اینم گوش کنه، یه فیلمی هم دیگه براتون نشون بدم. تو فیلماشون رسما رسیدن دیگه به چیز، به ماجرای امام زمان. مثلا این فیلم ایکس منه، من نقدش کرده بودم، حالا این آقا با شال سبز از توی سرداب میاد بیرون، شروع فیلم. تو یک محیط اسلامی میبینید؟ شما این چهره رو دیدید چه شکلی بود؟ من خود شیطان رو میخواهیم، نه با امام زمان رو بلا تشبیه. میاد بیرون، اولین فعلی که ازش سر میزنه، اولین فعلی که ازش سر میزنه، با سر بریدن، با شال سبز از توی سردابی پله ها رو میاد بیرون، توی محیط عربی اسلامی شروع میکنه سر بریدن، چهره وحشتناک. اینا داره که اینا 2 میلیارد مسیحی مخاطبشونن. حالا یه سوال، ما در روایت داریم که حضرت مسیح خودش مبلغ آقا صاحب زمانه. میدونی اینجلیست ها چی میگن؟ میگن بدونید اون دجال وقتی ظهور میکنه یه مسیح قلابی کنارشه، اون اصل مسیح واقعی است. حالا این طرف داشته باشید، ما تو روایات داریم که یه مسیح قلابی اون طرف ظهور میکنه، مسیح دجاله. این دوتا معنی داره، یکی مسیح به معنی این چشمش گرفته شده، یعنی دجالی که چشم نداره، یکی هم اصلا مسیح ساختار دجاله. بس بحثی داره به لحاظ لغوی، ببینید کدومی که نگاه کنی. یه پروفسوری اخیراً پیدا شده مقاله نوشته، نه نوشته فقط همینه. اما موردش رو چی میگه؟ فقط همینه. خودشون دارن میگن، میگن این دجال یه مسیح قلابی کنارشه، مسیح اصلی از تو ما میزنه بیرون. ما که میدونیم اصل چیه، این امام زمان حضرت مسیح واقعی هست. پس مسیح اونا کیه؟ قلاب. مسیح ساختار دجاله. حالا اگه اونا بخوان مسیح رو کنن، از کجا میخوان ملت قالبش کنن مسیحه؟ بعدی کارایی بکنه دیگه، رو آب را بره، بعد بگه مسیح هم بیماری پوستی درمان کنه. شرمنده اینجا پزشک سر معلمون هم با لیزر انجام میده، به کور شفا میده، میگه شرمنده الان با سلولای بنیادی نمیدونم چی چی و چی چی دارن چشارم درست میکنن. یه کاری باید بکنی که کسی دیگه نکره، مرده برامو زنده کن. این الان چالش اصلیه. راهکار مرده زنده کن که نمیتونن مرده زنده کنن، کار خداست. یه راه بیشتر نمونه، این که اصلا کسی مرده نمرده باشه، همونو دوباره برش گردونن، اما تو بین مردم خبر این افتاده باشه که مرده. مثلا فرض کنیم مثلا بین مردم شاهیش آقا بن لادن رو کشتن، اینا قشنگ کشتنش، الان یه جا داره اشغالشو میکنه، به وقتش میگم بیا برگرد. توی برنامه تلویزیونی 2 میلیارد نفر دارن نگاه میکنن، یوی میارش رو سن. متوجه شدید؟ من باز الان یه دیمین آ رایفی بول گفته مایکل جکسون زنده است، یعنی گوسفند نمیفهمن. میگم بابا یه نفر مثل صدام، مثل بن لادن، مثل مایکل جکسون، مثل هر کی تو بگی، مثل خاشقچی ریزیدش کردن، رندش کردن، یا بیگه خاشقچی اومد یا دمش، یعنی رنده رو برگردون، این دیگه خیلیه. حالا فهمیدید من دیگه به چه زبونی بگم؟ آه نمیفهم فرد دیگه رایفی گو خاشقچی زنده است. میگم مثلا مثل، من چه میدم کیو میخوان علم کنن؟ اما چه کسایی که مرگشون شبهه داشت خیلی ویج، بابا این همه سعودی ها آدم کشتن، این یکی چرا اینقدر پررنگ شد تو دنیا؟ ها اینا که اینجوری کار میکنه مشکوکه. بعد حالا جالب اینجاست که این جونوری که اینجا نشون میدن که بیشرف ها نسبتش میدن به امام زمان پناه بر خدا، این یک توانایی های ویژه داره. اینا چرا این کار دارن انجام میدن؟ توانایی ویژه دارن، ذهن مردم رو آماده میکنن که اون مهدی که ظهور میکنه معجزه داره، که شما این معجزات رو الهی ندونی، چی بدونی؟ شیطانی. باریکلا میبینی سه معجزات داره. مثلا یکی کار جالبی که انجام میده اینجا نمکنه،
سپاس که اجازه ورود داره. اینا چی هن؟ این آدم ها. اینا آدم هایی هن که قدرت جنی دارن. میخواد به شما بگه اون مهدی این قدرتش چیه؟ به واسطه شیاطین جنیه. چی کار میکنه؟ به واسطه جنیان تمام ذهنها رو تسخیر میکنه و یه پیام برای همشون میفرسته. این چیه بگید؟ باریکالله. حالا نمیتونه این عکسش باشه؟ ما داریم سیحه وقتی میاد، مثال ها، من نمیگم قطعیت اینه، متوجه دارم ذهن شما رو آماده میکنم، زمانی که سیحه صورت میگیره میگه تا شب شیطان یه سیحه قلابی درست میکنه. اون عکسه، او به واسطه شیاطین جنی. این فرقه هایی که الان شما دارید ببینید تو مملکت همه جا درست میشه، این فرقه ها یه بیس مشترک داره، ارتباط با شیاطین جنی.